همزمان با برگزاری دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی به حکم 7 سال زندان یولیا تیموشنکو، نخست وزیر سابق اوکراین، 10 نفر از هواداران وی در مقابل دادگاه کیف تجمع کردند. گزارش حاکی از آن است که تجمع معترضان و هواداران تیموشنکو به درگیری با پلیس منجر شده است. دادگاه تجدید نظر نخست وزیر سابق اوکراین در حالی برگزار شد که روز دوشنبه فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در دیداری 3 ساعته با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین ضمن ابراز نگرانی اعضای این اتحادیه نسبت به زندانی شدن یولیا تیموشنکو به عنوان یکی از مخالفان رئیس جمهوری اوکراین به وی هشدار داد که محاکمه ناعادلانه نخست وزیر سابق این کشور میتواند پیامدهای جدی برای دولت یانوکوویچ به همراه داشته باشد. قاضی دادگاه اوکراین یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق این کشور را به اتهام سوء استفاده از قدرت در معامله گازی سال 2009 با روسیه متهم شناخت و به 7 سال زندان محکوم کرده است.